فضاهای منحنی یا فضازمانهای منحنی کار داشته باشیم. فیزیکمون رو در فضاهای تخت میدونیم، نسبیت خاصه، و برای رفتن از نسبیت خاص به نسبیت عام، یعنی فیزیک در فضاهای تخت به فیزیک در فضاهای خمیده، یک شگردی اندیشیدیم. اون شگرد عبارت از اینه که بگیم در هر نقطه از فضای تخت، فضای خمیده، یک صفحه مماس وجود داره. اون صفحه تعداد ابعادش به اندازه تعداد فضای خمیده است. یعنی فضا اگر چهار بعدی، صفحه مماسش هم چهار بعدی. اون وقت در هر نقطه از این فضای مماس میشه یه دستگاه مختصات لخت موضعی برپا کرد، و ما فیزیک رو در اون دستگاه لخت موضعی میدونیم. اگر بدونیم چگونه از فضای مماس بریم به فضای منحنی، و قانونهای فیزیکمون از نسبیت خاص به نسبیت عام تبدیل خواهند شد، یعنی یه تبدیل مختصات صرفاً که فضای تختمون، فضای مماسمون رو مشخص بکنیم، فضای منحنیمون رو مشخص بکنیم، ترانسفورمیشن از فضای منحنی به فضای مماس یا بالعکس رو بتونیم روشن بکنیم، اون وقت بقیه کارا اتوماتیک با یه مقدار اعمال ریاضی انجام خواهد گرفت. حالا این اعمال ریاضی رو باید با دقت یاد بگیریم و ببینیم که این زبان ریاضی جدیدی که می‌خوایم به کار ببریم چه پیچیدگی‌هایی داره. پیچیدگی که نداره، ولی چه راهگشایی‌هایی داره و چگونه باید عمل بکنیم. یه زبان جدیدیه که می‌خوایم روز یاد بگیریم. در فضای لخت موضعی مختصات لخت میتونیم چیز بکنیم، برپا بکنیم. اونا رو دیکسای الفا و دیکسای الفا با اندیسای بالا و پایین اون بالا گفته شده. و این مختصات مال نقطه اکس فضای خمیده است. تبدیل از این و اینا رو بردار نامیدیم، بردار پادوردا، بردار هموردا. وردا هم که میدونین به معنای وردش و تغییره ها، وردش در یه جهت، پادوردا در جهت دیگر. وقت دفعه پیشم یه توضیح دادم، شما یه بردار رو میخوای مشخص بکنین، یه پایه باید انتخاب بکنید، بردارهای واحد باید انتخاب بکنید. حالا اگر بردارهای واحدتون رو اینوری چرخوندین، میتونیم بگین که این معادل است با اینکه خود بردار رو اینوری بچرخونید و فرقی نکنه. دقت میکنین؟ بنابراین تغییرات یکی برعکس تغییرات دیگریه. اگر تغییرات این رو بگم هموردا، تغییرات این پادوردا خواهد بود. این کلماتم واژه‌یابیمون اینطور باشه. خب ما اینا رو گفته بودیم بردار، ترانسفورمیشن بدیم به مختصات اکس به این ترتیب یا به این ترتیب. معکوسش هم میتونیم بنویسیم، دیکسای الفا بر حسب این دی اکس الفا به دیکسای الفا فلان. همونطور که اینو بردار پادوردا گفتم، اینم بردار پادوردا خواهم گفت. اینو اگر بردار هموردا گفتم، اینم بردار هموردا خواهم گفت. بنابراین چیز ساده ایه. وقت اینم که قراره بره پایین، یه نسخه جدید فرستادم الان برای همتون، این رو جایگزین بکنید.
با اون چیزی که الان داریم. میتونین این بردار رو به این تبدیل بکنین یا این رو به این تبدیل بکنین. همونطوری که اینو به این و اونو به این میتونستیم تبدیل بکنیم با متریک مینکاوسکی. جای متریک مینکاوسکی رو این جیمینیو جدید متریک فضای خمیدمون خواهد گرفت. این متریک هم یه جا تعریف کردیم که از مختصات تخت میریم به مختصات خمیده، این متریک چی هست؟ اونم تعریف کردیم. بنابراین من اگر این بردار دی اکس میو از این دی اکس میو بخوام دی اکس میو بسازم، کافیه که به جی مینو ضرب بکنم، روی نیوش جمع بزنم. یا بالعکسش، اگر بردار دی اکس میو پایین میخوام این دی اکس میو بالا، به این جی میو ضرب میکنم. این جی مینو هم وارونه اون جی مینوه. خب اینا مسائل ساده ایه. میتونین بررسی بکنین. چیکار کردم؟ پایین برم؟ بالا رفته بودم. همه سر رو صحبت کردیم؟ اینا رو صحبت کردیم؟ خیلی اینجا توی این فرمول میگم که این رو اگر با این تعریف تبدیل بکنیم به این یکی، خواهید دید که این خواهد شد. حالا اینجا صحبت اینه، یه مختصات تخت داریم اون به جای خودش. در فضای خمیدمون میتونم انواع اقسام مختصات برپا بکنم. فرض کنید دو تا از اینا رو دارم، یکی رو اسمشو بگذارم اکس، یکی رو بگذارم X پرایم. میتونم از این مختصات برم به اون یکی مختصات. هر دو فضای خمیدند، X و X پرایم. اگر قانون تبدیل رو بلدم، که قانون تبدیل اینه، دی X پرایم میو خواهد شد دی X پرایم میو به دی X نیو ضرب در دی X نیو. و این یکی به این ترتیب، دی X نیو به دی X پرایم میو ضرب در دی اکس نیو. اینو جدا از این میفهمیم؟ این فرمول رو جدا از این ببین، الان سه تا چیز قاطی نکنیم. یک سای دارم، اون فضای تخت مماسه. در همون نقطه اکس میتونم یه مختصات اکس نصب بکنم، یه مختصات اکس پرام، یه هرچی دلم خواست. وقت رفتن از اکس به اکس پرایم یا بالعکس از اکس پرایم به اکس یه ترانسفورمیشن لازم داره. اون ترانسفورمیشن یه ماتریس میخواد. اون ماتریس اینه. برای رفتن از X به X پرایم. معکوسش اینه. پس قانون اینو بحث کردیم در فضای تخت. از یه فضای تخت بریم به یه فضای تخت دیگر. مثلا محوراتون چرخونده باشین، یا مثلا حرکت کرده باشین، یه حرکت یک نواخت داشته باشین، یه ماتریس تبدیل لازم داشتیم، معمولا به لامدا مثل اینکه نشون میدادیم. این جای اون لامدا هست، اینا جای اون لامدا هست. منتها مال فضای تخت لامدا مال تمام فضا بود،
ثابت بود دیگه. مثلا اگه برای روتیشن بود میگفتین کوسینوس آلفا سینوس آلفا منای سینوس آلفا کوسینوس آلفا، ها، برای دوران حول محور زد ها، این برای تمام فضا بود. ولی اینجا برای همین نقطه به خصوص اکس ماتریس تبدیلمون، ماتریس تبدیلمون مال این نقطه اکس یا اکس پرایمی که داریم کار میکنیم، جامون عوض بکنیم این عوض خواهد شد. بنابراین اینم باز یه مفهومیه که از فضای تخت میاریم، منتها با این تفاوت اونجا ماتریس تبدیل یه ماتریس ثابتیه و اینجا ماتریس تبدیل از نقطه به نقطه فرق خواهد کرد. خب بعد چی؟ این دوتا ماتریس تبدیل گفتم یکی وارون دیگریه. ببین این منو از اکس پرایم میبره، از اکس میبره به اکس پرایم، این یکی از اکس میبره به اکس پرایم، این از اکس میبره به اکس پرایم، این یکی از اکس پرایم میبره به اکس، و اینا وارون هم دیگه باید باشن. و ملاحظه میکنین اینجا اگر من روی نیو جمع بزنم خواهد شد دی اکس پرایم نیو به دی اکس پرایم لامدا، و اگر این مختصات مستقل از هم هستند، اگر میو لامدا یکی بود یکی، اگر مخالف یک بود مخالف هم بودند صفره، بنابراین دلتا میو لامدا است. این مشتق گیری زنجیره‌ایه دیگه. من از دی اکس پرایم میو به دی اکس میو بگیرم، بعد دی اکس میو به دی اکس لامدا، این از هم میرن، میمونه مشتق این نسبت به این که اون عبارت از اینه. یا وارونش دی اکس پرایم میو به دی اکس پرایم میو از اینجا بردارین، خواهد شد دی اکس لامدا به دی اکس نیو که اونم باز دلتا لامدا است. و ماتریس های تبدیلمون باید معکوس داشته باشن و معکوسشون این خاصیت رو داشته باشه. خب حالا من چند تا رابطه اینجا لازم دارم برای بعد، نه الان. اینا رو ببینین چه کار میکنم. از این معادله، از این نسبت به اکس رو مشتق بگیرم و از این یکی نسبت به اکس پرایم رو مشتق بگیرم، ببینین چی به دست میارم. ببین از این نسبت به اکس رو مشتق میگیرم، از این نسبت به اکس رو، دی دو اکس پرایم میو به دی اکس رو دی اکس نیو، اون وقت این اکس نیو که از جنس اکس روه، بنابراین مشتق روی این اثر نمیکنه. خب این میمونه. و از این طرف چیکار دارم میکنم؟ از معادله دوم نسبت به اکس پرایم رو مشتق بگیرم، از این نسبت به اکس پرایم رو، اکس پرایم رو روی این اثر نمیکنه ولی روی این اثر میکنه. ببینید این تیکه نوشته شده، و اکس پرایم رو به این صورت در میاد، و یا اینکه یه خورده پس و پیش بکنید، نمیدونم چه کار الان دارم اینجا میکنم، چه کار پس و پیش کردم، مثل اینکه به معکوس این ضرب کردم و این از اینجا رفته و این تیکش مونده. از این دو معادله بعدن استفاده میکنیم. این ماتریس های تبدیلمون این خاصیت ها رو داره. حالا بریم سراغ صحبت بعدیمون. قرار بود چند تا تعریف بکنیم. بردار رو من تعریف کردم بالا. چه چیزی رو بردار بگیم؟ ببخشید. دی اکس میو بالا و دی اکس میو پایین رو گفتم بردارهای پادوردا و همبردا هستن. خب
قانون تبدیلم برایش نوشتم از یه ایکس پرایم برم بی ای ایکس یا بل ایکسش اونم نوشتم. حالا هر کمیت فی ایکس که در تبدیل از ایکس به ایکس پرایم که خود ایکس پرایم تابعی از ایکسه ناوردا بماند کمیت نرده ای خواهیم نامید. این تعریف کمیت نرده ایه، نمونهش رو در فضای تخت داشتیم، الان تعمیم میدیم اینجا. اگر یه فی اکس دارید رفتیم به دستگاه مختصات دیگر شد فی پرایم اکس پرایم، اگر این فی پرایم اکس پرایم برابر شد با فی اکس، اون کمیت رو خواهیم گفت نرده ای. خب مثالم الان میزنم هر چهارتایی مثل وی میو که مانند دی اکس میو تبدیل یابد چاربردار پادوردا نامیده خواهد شد. دی اکس میو پادوردا بود، حالا اگر وی میو هم مثل دی اکس میو ترانسفورمیشن پیدا بکنه اونم بردار پادوردا خواهم گفت، چاربردار پادوردا. این وی میو اگر ترانسفورمیشنش از اکس به اکس پرایم این باشه، اینو بردار، اینو یا این رو، هر دو یکی شدن دیگه، بردار پادوردا خواهم گفت. اگر هر چهارتایی وی میو که قانون ترانسفورمیشنش این باشه، ببینید این معکوس اینه، این معکوس اینه، اون وقت این رو بردار، اینو، این رو، این چهارتایی ها رو، چه خودش چه تبدیل یافتهش، بردار پاد و هموردا خواهم نامید. روشنه؟ خیلی. بعدش حالا نرده ای رو تعریف کردیم در فضای خمیده، بردارای پادورده همورده تعریف کردیم، حالا بریم سراغ تانسورا. هر کمیت ان اندیسی که اندیس بالای آن مانند دی اکس میو، یعنی با این قانون تبدیل، و اندیس پایین آن مانند دی اکس میو، یعنی مثل این قانون ترانسفورمیشنش باشه، تبدیل یابند، تانسور مرتبه انوم با ذکر نوع اندیس ها نامیده خواهد شد. مثلا این یه تانسور، این صفرها رو بردارین، یه تانسور رنگ دو با اندیس اول پادوردا با اندیس دوم هموردا باید بنامیم. قانون تبدیلش، قانون تبدیلش برای این یه دونه از اینا و برای این لامدا که پایینه یه دونه از اینها، یعنی دی اکس پرایم میو به دی اکس نیو و دی اکس سیگما به دی اکس لامدا و میو و سیگما. اینم تعمیمش به تانسورهای رنگ بالاتر. خب چند تا قضیه ثابت بکنیم، بگیم و ثابت بکنیم. یه جیمینو قبلا تعریف کردیم با اندیسای پایی، حالا اینجا متریک جیمینو و وارون آن جیمینو تانسورهای مرتبه دو هستند. در اینکه تانسور مرتبه دو باشن باید قانون تبدیلش قانون تبدیل تانسورهای مرتبه دو باشه. خب دو تا اندیس داره، مثلا این، این دو تا اندیس پایین داره، به ازای هر کدوم از اینا یه دونه از این ها باید وجود داشته باشه درش. خب
خود جیمیونو بر حسب فضای تخت، مختصات تخت اینطوری تعریف شده بود. این تعریف جیمیونوه، جی پرایم میونوه، به کمک اکسای آلفا ها و فلان. حالا من در اینجا دارم دی به دی اکس پرایم میو. این دی بی دی اکس پرایم میو رو میتونم به دی به دی اکس نیو. ببینید این رو عوض میکنم، مینویسم دی به دی اکس لامدا دی به دی اکس پرایم میو دی به دی اکس لامدا. این تیکه، این تیکه به جای دی به دی اکس نیو گذاشتم. دی اکس سیگماشم، الفاشم به جای خودش. ببین پس بنابراین یه تامین نیو جای خودش. از اینجا تا اینجا به جای دی اکس دیکسای الفا به دی اکس میو. برای دومی هم همین کار بکنید. اینم برای دومیه. دی به دی اکس پرایم نیو به جاش نوشتم دی اکس رو به دی اکس پرایم نیو دی اکس رو. دیکسای الفاش هم به جای خودش. خب حالا بعدش ببینیم چی میشه. روی اندیسای جمع شده باید تکرار شده باید جمع بزنیم. ببینید این دی اکس رو به دی اکس رو جمع بزنین، از اینجا میره میشه دی اکس آی بتا به دی اکس پرایم رو. اینجا این از اینجا میره این میشه دی اکس پرایم آلفا به دی اکس پرایم آلفا و میشه به این صورت. پس بنابراین این تانسور قانون تبدیلش میشه این. اندیس اولش میو بود در پایین دی اکس لامدا به دی اکس پرایم میو رو آورده. اندیس دومش این چیه؟ نیوه دی اکس پرایم سیگما به دی اکس جی رو آورده. حالا شما اینو وردارین بذارین اینجا اینو نبینین. از اینجا تا اونجا جی اکس پرایم جی لامدا الفا سیگما است مطابق تعریف. دقت کردین؟ بنابراین این تانسور رنگ دوه با دو اندیس پادوردا هم وردا ببخشید. باید بشینین و بنویسین و کاغذ سیاه بکنین. به همون ترتیب که من جی پرایم با اندیسای پایین امتحان کردم جی پرایم با اندیسای بالا رو میتونین بنویسین این همین محاسبات رو. حاصل ضرب دو تانسور مرتبه N و M یک تانسور مرتبه N به علاوه M هست. N هست. M به علاوه N هست. اندیسای پادوردا و هموردا طبیعت خودشون حفظ میکنند. برای مثال دو تا بردار رو به هم ضرب بکن کنار هم بگذاریم این ضرب وی میو یو میو. قانون تبدیل این رو میایین بنویسین. برای اولی اینو خواهید نوشت، برای دومی این رو خواهید نوشت و میبینین که برای میو این آمده برای نیو این آمده و این تانسور رنگ دوه. صحبت اصلی در اینجا اینه طبیعت این کمیت ها را اگر میخواییم بفهمین به قانون ترانسفورمیشنش از یه مختصات به مختصات دیگه نگاه بکنید. هر اندیس بالا مثل یه ترانسفورمیشن پادوردا داره، هر اندیس پایین یه ترانسفورمیشن هموردا داره که اینا معکوس هم هست. خیلی ساده است، قانون خیلی ساده است، منتها عادت کردن به این اندیسه رو بالا پایین کردن یه خورده تمرین میخواد. ولی خیلی خیلی مطالب ساده ای دارم الان امروز میگم.
پس من الان قانون تبدیل اینو آزمودم و میبینم که دو تا تانسور تبدیل اینجا آمده، پس تصمیم میگیرم که این کمیت تانسور رنگ دویه. در یک تانسور مرتبه N اگر دو اندیس پادوردا و هموردا برابر بگذاریم و روی مقدارهای مجاز آنها جمع بزنیم، یک تانسور مرتبه N منهای دو به دست میاد. صحبت هم خیلی ساده است. ببینید اینجا یک تانسور دارم، 1, 2, 3, 4, 5 تانسور رنگ 5. یه دونه از اندیسای بالا دومی رو لامدا بود با آخری، اونم لامدا اسمش رو گذاشتم، روی لامدا جمع میزنم. در این حاصلی که به دست میارم لامدا ظاهر نخواهد شد، میو و سیگما از بالا میمونه و نیو از پایین میمونه. حالا اگر این تانسور رنگ 5 بود با 3 اندیس بالا و 2 اندیس پایین، این تانسور رنگ 3 خواهد بود با 2 اندیس بالا و 1 اندیس پایین. چگونه اینو میفهمم؟ خیلی راحته، به قانون ترانسفورمیشن این نگاه بکنم و ببینم که قانون ترانسفورمیشن رنگ 3 هست یا نیست. و 3 تا باید از این چیزا ظاهر بشه. یکی برای میو، یکی برای سیگما، یکی هم وارون برای نیو که چون نیو پایینه. باید اینا ظاهر بشه. حالا در این فرمولای پایین همین رو امتحان میکنم. یه بعدی شما میزنم، بس اینکه خودم عمل نمیکنم. برای اثبات کافی است قاعده تبدیل دو طرف را بیازماییم. ببینید اینو شما می‌نویسید پرایم، بعد این میو رو تبدیل می‌کنید، لامدا رو تبدیل می‌کنید، سیگما رو تبدیل می‌کنید، نیو رو تبدیل می‌کنید، این لامدا رو تبدیل می‌کنید. برای مال این لامدا معکوس این لامدا است، قانون تبدیلش. و اینا هم دیگر رو میخورن، یه دلتا لامدا لامدا ظاهر میشه درش. وقت میمونه 3 تا از این تانسور ها میمونه 3 تا و بعد میگین که این شد تانسور رنگ 3. تانسورها رو میتونین با هم جمع بکنین، تفریق بکنین یا به عددی ضرب بکنین. ضربشون الان گفتم، اون ضرب بالایی که گفتم، دو تا بردار گذاشتم کنار هم ضرب کردم به هم دیگه. رنگ تانسور برابر شد با تانسور مجموع رنگ ها. حالا صحبت جمعه، شما میتونید تانسورهای هم نوع و هم رنگ هستن، هم رنگ و هم نو هستن، به عدد مختلط یا حقیقی ضرب بکنید، با هم جمع بکنید یا تفریق بکنید. تانسور جدیدی که میاد همون رنگ رو داره و اندیساش همون نوع اجزایش رو دارن. چیز ساده ایه. یه نکته هم باید توجه بکنید. این اندیس ها رو که میچینیم برای این تانسور ها، این که کدومش اول آمده، کدومش دوم، سوم، چهارم، این خیلی خیلی جاها مهمه و نباید شما اندیس ها رو بی محابا جاشون عوض بکنید مگر اینکه اطلاعاتی داشته باشین. مثلا در اینجا این اف مینوی که من تعریف کردم، دو تا بردار به هم ضرب میکنم، جاشون عوض میکنم، دوباره به هم ضرب میکنم. اینجا اگر جای میو نیو رو عوض بکنید، اف میو نیو مساوی خواهد شد با منهای اف نیو میو. از این تانسورها قبلا دیدید. کجا دیدید؟ ها؟
بلند بگیم. بله، در الکترومغناطیس دیدین، تانسور میدان رو دیدین. تانسوری هم دیدین که دو تا اندیزش رو عوض بکنید، عوض نمیشد، قرینه بود. این پاد قرینه، اون یکی قرینه بود. اون رو کجا دیدین؟ ببین این پاد قرینه است. اندیشه رو عوض بکنید، منها میگیره. یه قرینش هم دیدین، اگر عوض بکنین عوض نمیشه. یه جای دیدین. آ؟ آ؟ سیالات کجاش؟ یا به مغزتون فشار بیاریم؟ بگردین کتابتون رو؟ تا کتاب گشتن یاد بگیریم؟ متریک مینکاوسکی یکی از اوناست، بله. اتا آلفا بتا مساوی اتا بتا آلفا است. چاش عوض بکنی عوض نمیشه. دیگه یک کجا دیدیم؟ تو الکترومغناطیس دیدیم باز. بله، تانسور انرژی مومنتوم. یه تیمینو تعریف کرده بودیم، تانسور انرژی مومنتوم. قرینه است. چاش مهم نیست عوض بکنی. خب، حالا مشتق. مشتق نسبت به مختصات تخت. ببینم اون مسائلی که دفعه پیش گفته بودم روی کره همبستار اینا رو حساب بکنی کردین؟ چطوری بودن؟ مثلا گاما تتا 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 چی بود؟ صفر بود؟ فی 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 چی؟ دیگه چی بود؟ تتا فی فی چی؟ چی بود؟ صرف بود؟ نه، همش صرف نمیتونه باشه. یکیش تتا بالا، فی تتا پایین، این صرف نبود. چی بود؟ کتانجانت تتا. هیچ کجا شما کسینوس سینوس فی پیدا نکردید؟ آره، مختصات کروی هم داده بودم. توی مختصات کروی یک آروم اینا رو بردارین، آر تتا تتا، از این جور چیزا زیاد دارین. بله. خب، و ما مشتق گیری. شما از یه اسکیلر میتونین مشتق بگیرین و یه بردار هموردا به دست بیارین. این رابطه آخر. ببینید فی پرایم در نقطه اکس پرایم که میتونیم اکس پرایم رو به اکس تبدیل بکنید، دی فی پرایم به دی اکس پرایم میو. ولی اگر اکس پرایم رو بر حسب اکس بلدین، این دی به دی اکس پرایم میو رو میتونین تبدیل بکنید، دی اکس میو به دی میو پرایم. و بعد میمونه دی فی پرایم به دی اکس پرایم نیو. ولی فی پرایم اکس پرایم قبلا گفتیم که خود فیه. پس بنابراین این تبدیل یافتش میشه این، و این تانسور تبدیلی بردار پادورده است، همورده است، ببخشید. بنابراین مشتق یک نرده ای، چهار نرده ای، یه بردار پادوردا میده به شما. این تعمیم گرادیان از فضای تخت به فضای خمیده است. روی کره
دی به دی تتا و دی به دی فی. فرض کن سطح کره، شعاع کره رو یک بگیری، شما از یه فی بزرگ بر حسب تتا و فی دو تا کمیت به دست میارین، دی فی به دی تتا، دی فی به دی فی. این یه برداره بدون اینکه آر و سینوس تتا و الان بگذارینا. ببین شما عادت دارین دی به دی فی رو همیشه یک بر آر سینوس تتا دی به دی آر بنویسین، با اون کار نداشته باشه، مختصاتون تتا و فیه. بنابراین یک تابعی دادن فی بزرگ از تتا و فی، دو تا مشتق میگیرین، دی فی بزرگ به دی تتا، دی فی بزرگ به دی فی. اینو دارم میگم این بردار پادورداست، همورداست. ببخشید دقت کردین؟ خب بردارایی که شما از این قبلا نه پادوردان در فضای خمیده، نه پادوردان نه هموردان، یه چیزی وسط هم که اینا رو تصحیح کردیم به درد فضای مسطح بخوره. البته در فضای تخت این سه تا مفهوم هر سه یکی میشن، ولی در فضای خمیده است که دی به دی تتا، بذارید رو تابلو بنویسم، فیه تتا و فی، شما میتونین بگین دی فی به دی تتا و دی فی به دی فی. این یه بردار پادورد است، ببخشید همورد است. میخواییم پادوردا ازش بسازین، ضرب بکنیم به جی میو نیو دی فی به دی اکس نیو. و روی کره چیزمون چیه؟ متریکمون چیه؟ روی سطح کره یک سینوس دوی تتا. پس بنابراین یک سینوس دوی تتا، این فرم تانسوری کمک میکنه، ضرب در دی فی به دی تتا، ضرب در دی فی دی فی، این به شما خواهد داد دی فی به دی تتا سینوس دوی تتا دی فی دی فی به دی فی. این همورد است. این ببخشید چه کار کردم من؟ این بردار پادورد است. این بردار همورد بود، این همورد است، ضرب در این میکنین، این میشه بردار پادورد. میخواین اسمشو بگذارین؟ میخواین اسمشو بگذارین دی تتا فی و دی فی فی. اینو اگر اسمشو بگذارین، اینو اگر اسمشو بگذارین دی فی به دی تتا و دی فی به دی فی، یا ببینیم بکنم کن، اگر این رو اسمشو بگذارین دی به دی تتای فی و دی به دی فی فی، یه بردار ستونی بنویسم، تتا و فی پایینن، یکی تتا و فی بالا بردم با ضرب کردن به اینجی میدن.
خب پس یادم بمونه گرادیان یه اسکیلر یه بردار همبر داخل شد. از یک تانسور از یه بردار مشتق بگیریم، یه بردار چهار بعدی، چهار از هر مؤلفش چهار تا مشتق میتونیم بگیریم، درسته؟ چند تا مشتق بشه؟ یه بردار چهار بعدی تابع از تی اکس وای زد یا تی از اکس یک اکس دو اکس سه چند تا مشتق میتونیم بگیریم؟ یه بردار چهار بعدی از هر بعدش چهار تا مشتق میگیرین چند تا میشه؟ بلند بگین 16 تا. خب این 16 تا میتونین در یه 4 در 4 در یه جدول 4 در 4 بنویسین. ولی چیزی که میخوام اینجا بگم این جدول 4 در 4 تانسور نیست. مشتقای جزئی بردارهای پادوردا و همبردا تانسورهای مرتبه دو نمی سازند. این نمی سازند رو دقت بکنید. خب چرا؟ از کجا می فهمیم؟ بریم یه بردار پادوردا بگیریم، ازش مشتق بگیریم و بعد قانون ترانسفورمیشنش رو امتحان بکنیم. ببینیم که با بردار با یه تانسور رنگ دو میخونه یا نمیخونه. اگر خوند میگیم برداره تانسور رنگ دو، اگر نخوند تانسور رنگ دو نیست. خب حالا حواستون جمع باشه به این محاسباتی که این تو هست. وی پرایم میو یه بردار پادورده، دی اکس پرایم نیو مشتق در دستگاه مختصات اکس پرایم هم کار میکنم. حالا اینو تبدیل بکنم از اکس هم وی پرایم رو تبدیل بکنم، وی پرایم نیو رو تبدیل بکنم به مختصات جدید اکس و هم این دی اکس پرایم رو تبدیل بکنم به مختصات جدید. خب دی به دی اکس پرایم دی به دی اکس پرایم تکلیفش روشنه، این اپراتوره دی اکس لامدا به دی اکس پرایم میو دی به دی اکس لامدا، اینم تکلیفش روشنه. این خود وی پرایمه، تنها وی پرایمه. دی اکس پرایم میو به دی اکس پرایم نیو دی اکس رو ضرب در وی رو. خب حالا این اپراتور باید روی این اثر بکنه. دی اکس پرایم میو اینجا دارین که روش میتونه اثر بکنه و خود وی رو تابع است از اکس روی این اثر میکنه. پس اینو روی این اثر بدن، مشتق اول ضرب در دوم، مشتق دوم ضرب در اول. بنابراین این رو دست نمیزنم، دی اکس پرایم یو به دی اکس رو اینو روی این اثر دادم، دی وی رو به دی اکس لامدا، این مونده و این مونده، اینو پس و پیش کردم، این اول نوشتم، اینم دوم نوشتم. کاش نمی کردم، این پشتون بود بهتر می دیدی. اشتباه نیست، ولی اگر این اینجا بود قشنگتر می شد. بعد مشتق این نسبت به اکس لامدا، ببینید دی دو اون که به جای خودشه، اینه دی دو اکس پرایم میو به دی اکس لامدا دی اکس رو ضرب در وی رو. خب اینو اگر نگاه بکنید برای اندیس روش این تبدیل نوشتم، برای اندیس لامدا برای این اندیس لامدا این تبدیل رو نوشتم. اگر این نبود
این قانون تبدیل یه تانسور رنگ دویه با اندیس روی بالا و لامدای پایین با اندیس میو بالا و میو پایین، ولی این یکی خراب میکنه. این یکی اگر نبود این دوتا تبدیل میو پرایمه و تبدیل نیو پرایمه، تانسور رنگ دو میشد، میو بالا و نیو پایین، ولی این خراب میکنه. خب اینو داشته باشیم. هموستارها تانسور مرتبه سه نیستند. این هموستار تعریف کردیم قبلا. در مختصات پرایم گاما میو لامدا نیو تعریفش اینه. بر حسب مختصات لخت موضع ایکس آی الفا. خب اینو بیاییم از مختصات پرایم ببریم به مختصات اکس، از مختصات اکس پرایم ببریم مختصات اکس، ببینیم قانون تبدیلش چی میشه. بازم اینجا خواهیم دید که این یه تانسور رنگ سه نیست، سه تندیس داره، شباهت داره به تانسور رنگ سه، ولی قانون تبدیلش خواهیم دید که قانون تبدیل تانسور رنگ سه نیست، یه جمله اضافه داره. حواستون جمع باشه. این مساوی تعریف اینه در مختصات اکس پرایم. حالا من چی دارم در اینجا؟ دی اکس پرایم میو به دی اکس نیو بعد دی اکس پرایم لامدا دی اکس پرایم نیو. اینا را باید تبدیل بکنم، هرچی پرایم میبینم در اینجا اینا را تبدیل بکنم به دستگاه اکس. خب پس برای این می نویسم دی اکس پرایم میو به دی اکس نیو دی اکس آی دی اکس رو به دی اکس آی. به جای اون جمله اول اینو میذارم. و دی اکس پرایم لامدا رو نوشتم، بقیهش هم آمدم این تو، این رو تبدیل کردم و به بر حسب اکس سای آلفاش هم به جای خودش. حالا این باید روی این اثر بکنه. این پرایمه، روی این میتونه اثر بکنه. یک قانون تبدیل اینجا خواهم داشت و بعد روی این یکی هم باید اثر بکنه، اینم تبدیل بکنم و مرتب بریم جلو ببینیم چی میشه. این جمله اوله نوشتم در اینجا. در اینجا این دی به دی اکس لامدا روی چی اثر کرده؟ این از اینجا آوردم روی این اثر دادم، شده دی دو اکسای دی اکس تا به دی اکس پرایم لامدا دی به دی تا. بعد این تیکشم همینه و بعدن چه کار میکنم؟ آها، بعدن ببینم کجا رسیدم الان. بله، بعدن صحبت همینه. این ضرب در این، ضرب در اون، ضرب در این، ضرب در این، به علاوه این ضرب در این خواهد شد این جمله. خود این تیکه گامای رو، گامای رو سیگما تاوه. گاما روش کجاست؟ روش کجاست؟ ببینید
این تانسور تبدیل، این تانسور تبدیل، این تانسور تبدیل میو لامدا رو رو تبدیل میکنه. بقیهش میمونه این که این تانسور گاما سیگما رو گاما رو سیگما تیه. این یکی جملهش هم بمونه. نه خودم دارم گیج میشم. یه جمله اضافی در اینجا دارم، مثل اینکه یه وسط محاسبات بیشتری دارم. در طرف راست معادله جمله اول قاعده تبدیل یک تانسور مرتبه سه با یک اندیس پادوردا و دو اندیس هموردا به نظر میرسد، ولی جمله دوم تانسور بودن هموستار را از میان بر میدارد. خودم دید شدم. با حوصله بشینیم بخونین. امیدوارم که اندیسه رو من بالا پایین نگذاشتم. اگه گذاشتم به من یادآوری بکنید. خب، حالا در این وسط دو چیز پیدا کردیم که تانسور نبودن. یکی مشتق از یه بردار، تانسور نیست، رنگ بردار رو یکی نمیبره بالا. دوم هموستار، تانسور نیست. ولی میتونیم اینا رو طوری جفت و جور بکنیم که دوتا رو با هم یه نحوی جمع بکنیم، یه تانسور رنگ دو به دست بیاریم از مشتق یک بردار. نکته در اینجاست. دو چیز داریم تانسور نیستند، ولی اینا رو جفت و جور میکنیم که ازش یه تانسور بسازیم. اون جمله‌ای که اولی رو از تانسور بودن خارج می‌کرد و جمله دومی که دومی رو خارج می‌کرد همدیگر رو حذف بکنند. و این عبارت از اینه: شما بیاین این کمیت رو امتحان بکنید. این مشتق برداره نسبت به نور. این هم گاماست که اینجا نشسته روی لامداش جمع میزنیم. چون این رو جمع میزنیم دوتا اندیس میو بالا میو پایین میمونه. اینجا میو بالاست میو پایینه. خب الان قانون تبدیل اینو نوشتیم بالا. قانون تبدیل اینم نوشتیم. اینا رو بگذارین سر جاشون و بعد با هم جمع بکنید و ببینید که این میشه. جمع تفریق بکنید این میشه. این چیه؟ این پرانتز همینه که پرایمش رفته شده است دی‌اکس رو به دی‌اکس لامدا و فلان. پس بنابراین این کمیت تانسور رنگ دوه. از یه بردار به دست آوردیم. از ترکیب مشتقا و هموستارا. محاسبات ریزش رو بنویسین. یه چیزایی هست که دو تا فرمول بالا گفتم که اینو بعداً به کار خواهیم برد. اونا رو باید بیارین سر جاش بگذارین که اون جمله های اضافی این و اون یکی منهای دیگریه. همدیگر رو از بین میبرن. خب. ببین از نظر فیزیکی شما این کمیت رو تا به حال به کار نبردیم. ما اینجا اسمش رو بردار گذاشتیم. ولی شما هیچ وقت این رو به عنوان بردارهای فیزیکی که مومنتوم، سرعت، قابل اندازه‌گیری باشن، اینا رو به کار نبردین. یه چیزایی بهش باید اضافه بکنین. اون کتاب جکسون رو بردارین صفحه آخرش ببینین، جلدش، پشت جلدش، که میگه که شما از یک بردار چطور در مختصات منحنی الخط چطور گرادیان بگیرین، دیورژانس بگیرین، کرل بگیرین، یه جملات اضافی که اینا هستن که داریم راست و ریست میکنیم در قالب یک فرمول بندی ریاضی منظم که آخر سر اشتباه نکنیم. مثلا ببینید دیورژانس رو، دیورژانس یه بردار رو شما می نویسین که
dvi به dxi این میشه دیورژنس اگر مختصات دکارتی باشه. ولی اگر مختصات دکارتی بود کتاب جکسن نگاه بکنید پشت جلدشو ببینید که برای دیورژنس هزار چیز دیگه هم اضافه کرده، چون مختصات منحنی الخط. حالا این اون جملات اضافیه که مشتقا رو طوری تنظیم بکنه نزدیک بشه به بردارهای فیزیکی که شما به کار میبرید. در هر حال این کمیت جز اولش مشتق معمولیه. مشتق معمولی تانسور نمیسازه. یه چیز اضافه کردیم که اون تانسور نبودنش رو درست بکنه. این رو اسمشو بگذاریم مشتق هموردای، چون نیو پایینه، مشتق هموردای بردار پادوردان. بنابراین به این مشتق یه صفت اضافه میکنیم، مشتق معمولی و مشتق هموردا از این به بعد. در فضای تخت، در مختصات تخت، این هر دو مفهوم یکیه. ولی در فضای خمیده و مختصات منحنی الخط این دو مفهوم دو چیز جدا هستن، با هم تفاوت داره. پس یه دفعه دیگه تکرار بکنم، این کمیت مشتق هموردای بردار پادوردار ویه. وی میو بردار پادورداست. یه مشتق که گرفتیم اندیس پایین با اضافه کردن این جمله مشتق هموردا بگیم بهش. چرا این رو میگیم تانسور؟ برای اینکه قانون تبدیل تانسور رو داره. به ازای میو کندیس بالاست این قانون ترانسفورمیشن رو داره، به ازای نیو که این پایینه این تانسور تبدیل رو داره، و این قانون تبدیل تانسور رنگ دوه. خب. شما میتونستین یه نوشتن این، اگر برای اینکه مفصل آسون بکنیم، بیایم با هم یه قرارداد بگذاریم. مشتق هموردا رو عادت داریم مشتقا را دی به نیو مثلا بنویسیم. اینجا من به کار بردم این چیز رو، ببینید دی به دی تتا، یعنی دی فی به دی تتا، یا دی به دی فی، یعنی دی فی به دی فی. عادت داریم که این رو پایین بنویسیم. حالا اگر مشتق هموردا منظورمونه، بیایم این قرار داده بکنیم. بردار وی میو، من میخوام به نیو نسبت به نیو مشتق بگیرم، مشتق هموردا بگیرم. این رو با سومی کولن نقطه کاما جدا بکنم. وی میو مشتق پادوردا نسبت به نیو نقطه کاما، یعنی این قرارداد میکنیم با هم. یه نشانه که نوشتنمون رو آسون بکنه. این مشتق از بردار پادوردا بود. شما میتونید مشتق از بردار هموردا بگیرید. این پایینی میو پایینه، مشتق هموردا میگیرم سومی کولن نیو. تنها فرقی که میکنه مشتق معمولی این دفعه منهای گاما، بالای بلاوی گاما بود منهای گاما. دقت بکنید روی این لامدا باید جمع، روی این اندیسویون باید جمع بزنید، لامدا لامدا
اینجا هم لامدا لامدا. جمع که میزنه یکی از اندیسا باید بالا باشه یکی پایین. میو نیو پایینه، اینجا هم پایینه، اینجا هم پایینه. لامدای پایین باید یه لامدای بالا داشته باشه. همینطور لامدای پایین یه لامدای بالا باید داشته باشه. اینجا میو نیو بالا پایینه، میو میو بالا پایینه، میو نیو بالا پایینه. ترتیبا رو باید حفظ بکنیم. خب پس الان میتونیم از بردار هموردا یا پادوردا یه جور مشتق بگیریم، اسمش هم گذاشتیم مشتق هموردا، که تانسور بودن رو حفظ بکنه. میتونیم تعمیم بدیم به تانسورار، دیگه تانسوری که رنگ بالاتر از بردار داره. قاعده اونم خیلی ساده خواهد بود. اینجا من یه تی میو لامدا دارم، این یه تانسور رنگ دوه با میو بالا نیو پایین. میخوام مشتق هموردا بگیرم نسبت به لامدا. به ازای میوش یه گام به علاوه یه گام اضافه میکنم، به ازای نیوش یه منهای گام اضافه میکنم، مطابق همون کاری که میکردم برای یه چیز. ببینید اول از همه مشتق معمولی، برای میو یه به علاوه گاما میو لامدا رو، چی رو دست نمیزنم در اینجا، لامدا رو دست نزدم، لامدا اینجاست، رو رو، نیو هم دست نزدم، نیو لامدا پایینه. برای نیو الان یک گاما رو نیو لامدا تیمیو رو، رو رفت بالا و پایین و جمع زده میشه، نیو لامدا میمونه. نیو لامدا به میو دست نزدم، میو بالا سر جای خودش وایساد. این میتونه، این قاعده رو میتونه تبدیل بکنید، به ازای هر اندیس پادوردا یه بلاوی گاما و به اندیس هر هموردا یه منهای گاما اضافه بکنیم. خب برای دیدن درستی معادله اول کافی است مستره را از معادله فلان. برای دیدن درستی معادله اول سموستاره را از معادله 4-15 جایگذاری و ساده کنیم. برای دیدن درستی معادله دوم کافی است از عبارت این یه چیز دیگری هم دارم میخونم. مشتق هموردای جیمیونو بالا و پایین صفره. جیمیونو تانسور خاصیه. جیمیونو قرینه است. جای میونوش رو میتونه عوض بکنید. مشتق همورده هم بگیریم صفره ازشون و خیلی راحته. برای دیدن درستی معادلات بالا ببینید جی میو نیو کاما سمیکولن لامدا اینا رو که گرفتیم مساوی با صفره. حالا صحبت اینه برای دیدن درستی معادله اول کافی است هموستارها رو از معادله 4-15 جایگذاری و ساده بکنیم، صفر خواهیم دید. برای دیدن دومی هم همینطور میتونید جایگذاری بکنید ببینین، ولی یه راه ساده تری هم وجود داره. جی مینو ضرب در این مساوی دلتا لامدا میو دیگه نیست، چون این وارونه اینه، روی نو جمع بزنم میو رو میمونید. شما بیاین از این مشتق هموردا بگیرین، مشتق هموردا این ضرب داریم، مشتق هموردا این ضرب داریم، دو جمله به دست میاریم. یکی رو ببرین این طرف بگین که مشتق هموردا این مساوی منهای مشتق هموردا این، ولی مشتق هموردا این بالایی میگه صفره، پس دومی هم باید صفر باشه. البته قبل از این جمله من میباز این
این قضیه پایین رو میگفتم. یه مشتقگیری حاصل ضربا یه قاعده داریم، قاعده لایبنیتس. اگر از A, B, C حاصل ضرب A, B, C میخواییم مشتق بگیریم، مشتق اول در بقیه، مشتق دوم در بقیه، مشتق سوم در بقیه. این در مورد مشتق همورده صدق میکنه. مشتق همورده از حاصل ضرب چند چیز؟ بردهی باشن، برداری باشن یا تانسوری باشن. مانند مشتق معمولی از قاعده لایبنیتس پیروی میکند. در اینجا یه میونو دارم، برداره، یه تی میولامدا دارم، تانسور رنگ دویه، میخوام نسبت به رو مشتق بگیرم. خیلی ساده، مشتق همورده این ضرب دارین و مشتق همورده دومی ضرب در اولی، فقط ترتیب رو باید حفظ بکنید، مواظب باشید. توی فضای تخت با مفاهیم آشنا هستیم، گرادیان، دیورژانس، کرل، لاپلاسیان. اینا رو چطور تعمیم بدیم به فضای تخت؟ خیلی ساده است. فقط به جای مختصات تخت، مختصات معمولی بنویسین، به وقتی مختصات خمیده بنویسین و به جای مشتقا مشتقات همورد بنویسین. کافیه که مسئله رو حل بکنه براتون. مثلا گرادیان، از یک تابع نرده ای شما میتونین یه بردار همورد بسازین، دی فی بی دی اکس نیو. این تعمیم گرادیانه. دیورژانس، دیورژانس عبارت بود از این در فضای تخت با مشتق معمولی. حالا اینو جایگزین بکنیم با مشتق همورده. پس این دیورژانس بردار میو نسبت به یو، میو مشتق همورده بگیریم و جمع بزنیم روی میو، حاصل میشه این. یه همون چیزیه که گفتم پشت جلد کتاب جکسه میتونید توی جدولاش پیدا بکنید. دیورژانس را اینطوری می‌نویسید. یه جا این گاما رو می‌بینین؟ گاما ست اندیس داشت دیگه. الان میو و میو پایینه. میو و میو پایین رو مقدارش رو به طور مستقیم محاسبه کردیم، میتونین بریم پیدا بکنیم ببینیم که میو میو چی خواهد شد. و اما کرل، کرل رو از یه بردار همورد بگیریم، بگیم که وی میو مشتقش نسبت به نیو، منهای وی نیو مشتقش نسبت به میو. کرل این ریخت رو داشت دیگه نیست. دی ای یک به دی اکس دو، منهای دی اکس دی ای دو به دی اکس یک. این ریخت داشت دیگه. حالا تعمیمش رو اینطور بگیم. هر دو رو اندیس پادورده همورده بگذارین، مشتق همورده. ولی خوشبختانه این یه گاما داره، اینم یه گاما داره، این گاما ها این از هم دیگر حذف میکنن. این مشتق معمولی کافیه برش. وی میو معمولی نیو، وی نیو معمولی میو، این تعمیم دیورژانس خواهد بود. یه تانسور رنگ دوه الان این. این الان یه تانسور رنگ دویه. در واقع کرل همینطور بود. کرل بردار نیست. ما بی خودی کرل رو
در خیلی جاها بردار گفتیم، یه تانسور رنگ دوی پادقرین است. بعد از اینکه اینو به دست آوردین، حالا هر کدوم از این اندیسه را میتونیم بالا ببرین با یه جیم یونی بالا ضرب کردن. راشو بلدیم. و اما لاپلاسیان. لاپلاسیان یعنی چی؟ از یک اسکیلر مشتق بگیریم، دوباره مشتق بگیریم، مشتقها را با هم برابر بگذاریم، جمع بکنیم. دی دو فی به دی اکس دو، به علاوه دی دو فی به دی وای دو، به علاوه دی دو فی به دی زد دو. درسته؟ این گرادیانه، این لاپلاسیانه دیگه. خب، مشتق اول که میگیریم یه بردار هموردا میده بهتون. از فی یه مشتق اول بگیرین، یه بردار هموردا میگیره. دومی اگر بگیرین، اون یه مشتق هموردای دیگر میگیره، میده. پس بنابراین، شما اگر یه همچین کمیتی بنویسین، فی میو، این الان یه برداره. فی نیو، اول نسبت به میو مشتق میگیرم، کافیسون رو مشتق معمولی بگیرم، دومی رو مشتق معمولی نمیتونم بگیرم چون بردار نمیده، تانسور نمیده. دومی حتما باید مشتق هموردا باشه. حالا یکی از اینا رو ببرم بالا جمع بزنم، بنویسم میو، میو، این خواهد شد لاپلاسیان. اشتباه نیست، برای اینکه همورداش با پادورداش یکیه. توی این چیز ورژن جدید اون صبح عوض کردم. خب، یه مطلب دیگه این فصل رو تمام میکنه، فکر میکنم همتون نفس راحت بکشید. فرضاً یه فضای تخت یه ذره حرکت میکنه، این مسیرشه. ذره در هر زمان تا در یک نقطه اکس تا، اگر تا بگذره این از اینجا حرکت میکنه به اون طرف. حالا فرض کنید این ذره یک برداری هم با خودش حمل میکنه، مثلا مومنتومش، مثلا اسپینش. پس این ذره یک برداری هم با خودش حمل بکنه، این بردار رو بگذارم ای میو. این میو در نقطه اکس در زمان تا، زمان که بگذره اکس میو عوض خواهد شد، ای میو هم عوض خواهد شد. حالا میپرسم که مشتق این ای میو نسبت به زمان، به زمان تا چی هست؟ دی ای میو به دی تا، این چیه؟ مشتق یه بردار در طول یک مسیر. خیلی خوب، این رو می نویسم دی اکس نیو به دی تا، بعد دی ای میو به دی اکس نیو. درسته؟ چون بستگی ای به تا از طریق اکس میوه دیگه، ولی این بردار نیست، ولی این تانسور درست نمی کنه، برای اینکه این تانسور نیست. درسته؟
پس مشتق این در طول مسیر بردار نیست چون تاز کلیده این باید یه اندیس بیشتر نخواهد داشت آخر سر اینجا هم روی نو جمع میزنم یه اندیس بیشتر نداره ولی این الان بردار نیست ایمیو برداره ولی مشتقش بردار نیست به خاطر این برای اینکه این بردار نیست این تانسور رنگ دو نیست ولی چاره میتونیم بکنیم یه جور دیگه مشتق بگیریم و بردار بودن تانسور بودنش رو بردار بودنش رو بکنیم اون جور دیگر کافیه که من به جای چی کافیه که به جای این مشتق معمولی مشتق کووریانت بنویسم یعنی چی روی چیز نشون میدم وقت اگر این کاری کردم اینو دیگه با این دی نشون ندم گمراه کننده میشه دی به دی تی این میشه مشتق کووریان در طول یک مسیر حالا کتاب بخونیم خب دی ای میو به دیتا معادله 443 رو دارم میخونم دی درشت ای میو به دیتا مساویه دی اکس میو به دیتا و دی ای میو به دیتا به علاوه گاما میو نیو لامدا ای میو این برداره الان این نوع مشتقگیری الان برداره من از یه بردار صحبت کردم بردار پادوردا صحبت کردم اگر اون ایمیو بردار هموردا بود تغییرش خیلی آسانه بردار همورد مشتق هموردای ای رو بگذاری بردار هموردا رو بگذاری اگر به جای ایمیو تانسور دارم مشتقای هموردای اون تانسور رو بگذاریم مسئله رو درست میکنه ادامه یکی از این نمونه ها رو دیدیم یکی از این نمونه ها رو قبلا دیدیم معادله ژئودزیک یادتونه مسیر حرکت ذره مسیر حرکت ذره چیه؟ شتاب دیگه نه معادله حرکت شتاب مساوی با صفر گذاشتیم دیگه شتاب یعنی چی مشتق نسبت به زمان سرعت سرعت یه بردار همورداست هم پادورداست وقت در روی مسیر ذره مشتق گرفتیم اون گامایی که آمده همین جمله است که الان در اینجا میبینید ببینید یومیو ماده ژئودزیک ماده 412 نمونه از انتقال بردار چهار سرعت یومیو مساوی دی اکس میو به دیتا در روی مسیر ذره است ببینید دی یومیو به دیتا مساوی دی به دیتا دی اکس میو به دیتا مساوی دی دو اکس به دی میو به علاوه گاما میو نیو لامدا فلان فلان این ماده ژئودزیکه این یه نمونه از همین مثالیه که اینجا دارم یادتون هست برای یه حرکت در الکترومغناطیس یه ذره که حرکت میکرد گفتم این اسپین داره اسپین با خودش حمل میکنه تغییرات اسپین هم براتون نوشتم اگه به فضای منحنی بخوایم ببرین وقت به جای این یومیو میتونین اسپین ذره رو بگذاریم به همین ترتیب عمل بکنید خب فکر میکنم
یه نفس راحت بکشین. صحبتی داریم بکنید؟